خب برای کسانی که از جنس کاملا زمینی به معادلات نگاه میکنن، دو تا چهار تا عقلانی، ببخشید این تعبیر شد خیلی سخیف باشه، اصلا کاسب کارانه نمیخوایم نگاه بکنیم، من میخوام بگم که خدایا من بنده تو هستم، سلم رو پذیرفتیم، فرمودی نماز بخون، نمازم میخونم. این چه گرهی از زندگی این دنیا باز میکنه؟ اولا از نظر جسمی خود نماز آثار عظیمی داره. وقتی ما سر به سجده میگذاریم، به خصوص اگر کسی سجده هاشو یک کمی طول بده، خون به سمت مغز جریان پیدا میکنه. ورزش کردن کار سختیه، ولی یه ورزش طبیعیه. حالا یه آثار علمی هم میگن که مغناطیس زمین جاذبه زمین یه آثاری رو میگذاره. در روایات ما داره که صلات اللیل مصح للبدن، نماز شب بدن رو صحیح و سالم بار میاره، چهره رو نورانی میکنه، رزق رو وسعت میبخشه. مثلا رزق مؤثره. بله بدون شک. بیداری بین، یعنی میتونه با ایمان به این که ما اگر نماز رو مقید باشیم با همون مراتب که شما فرمودید، واقعا گشایشی در تنگناهای مالی ما ایجاد بشه؟ نه به این معنا که الزاماً انسان ثروتمند بشه، اما رفع حوائجش راحت میشه. یعنی خداوند مسیر رزقش رو آسون میکنه. اون چه که حالا مقدر او باشه، اولا تقدیرات او توسعه پیدا میکنه، به خصوص نماز شب این اثر رو داره، و نور چهره رو که خیلی در روایات بهش تکیه میکنه. از صفات ناپسند انسان رو پاک میکنه، خدا یه لذتی برای انسان، حرص رو از آدم میگیره، نماز واقعی حسد رو میگیره، آرامش میده، آرامش میده، علاوه به ذکر الله تطمئن القلوب. این آیه حقشناس خدا رحمتش کنه، این اواخر گفت که من این اواخر من به نماز توسلاتم به نمازه. اگر انسان اهلش باشه، یه دفعه مشکلی داره، وای مثل دو رکعت نماز میکنه، احساس میکنه با خدا حل کرد مسئله رو. نماز حاجت گره گشاست از انسان. این بله بحثای آخرتیش که معلومه، اما آرامش، نورانیت، صفات بد که از انسان کنار بره، اول لذت خود انسان میبره. یعنی پالایش روح و روانه. دقیقاً این روایت امام صادق علیه السلام، فرمودن که اگر نهری در کنار منزل شما یا در درون منزل شما باشه، روزی 5 بار خود را شستشو بدید، آیا قذارت و آلودگی روی بدنتون میمونه؟ گفتن فرمودن نماز این حالت رو داره. 5 بار آدم خودشو طاهر میکنه، مستحب لباس شخصیتشو بپوشه، اون موقعی که عبا بود عبا بیاندازه، خود رو خوشبو کنه، لباس پاک باشه، بدن پاک باشه، رو به قبله بایسته، به خدا توجه کنه. اینا از نظر روانی انسان رو توی وضعیت خاصی میبره. بعد خدا رو عطر بزنه حتما، بوی خوش مستحبه. بعد داره که از استقبل تل قبله، همه که رو به قبله ایستادی، فعایس منت دنیا و مخیه، دیگه از همه چیز مایوس باش، تو با کی طرفی؟ کاری کسی که همه امور دست اوست، حال رو به او وایستادی، به بقیه کار نداشته باش. و از استکبرت، وقتی گفتی الله اکبر، فاستسقر ما بین السماوات الاولى و ما تحت السرا، دون کبریاه، جز عظمت خدا همه چیز رو کوچک ببین. خب این چه حالتی به انسان دست میده و چه گردش انرژی در روح و روان انسان به وجود میاره؟ انسان با یه عظمتی خود رو مربوط میبینیم که خود دنیا دست اوست، من از چی نگران باشم؟ اینا آثار آرامش بخش عظیم نیست که واقعا هم همینطوره. اینو تجربه خود ما هم همین، حتی چنین نمازی با این هیئت و شرایطی که شما بیان کردید به زیبایی، خیلی جنسش متفاوته با نمازی که دیگه داره اذان آفتاب داره میره، بوده این قضا شده، هر چی هم لباس تنمونه، با هر شکی وایسیم الله اکبر، حمد و ولزالنو با هم وصف کنیم و فقط بگیم نماز رو خوندیم. در کافی کتاب و صلات هست، دو تا حدیث خیلی زیباست. پیغمبر اکرم در مسجد بودن، یک کسی اومد نمازش رو به سرعت میخوند، داره که نقر القراب، مثل کلاغ نوک میزنه. حضرت فرمودن این رو میبینید، این اگر بمیره و نمازش این گونه باشه، بر دین من نمرده. عجب. در حدیث دیگری این نماز تنها عن الفحشاء اثر نداره. در روایت دیگری داره که وقتی بنده ای به نماز میست، شتاب به خرج میده،
که به کاراش برسه. خداوند به ملائکه میگه یا ملائکتی اترا عبدی، این داره از حضور من با عجله میره که به حوائجش برسه، مگر نمیداند که حوائج در دست من.